سراسر جهان عبرت و حکمت است، چرا بهره ما فقط غفلت است؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیزم. امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. چه خوبه وقتی بزرگان ما حیات دارن از اونها تجلیل بشه، مورد ستایش قرار بگیرند و اونها دست مریزاد گفته بشه و خدا قوت از بابت کارهای ماندگاری که انجام دادن. متاسفانه معامله‌ای که برخی انقلابیون با بزرگان ما کردند اون و ثبتش در تاریخ واقعا اسباب شرمساری است. مطمئنم که آیندگان بر همه ما لعنت بسیار خواهند فرستاد که با بزرگان خودمون چه کردیم. شمار زیادی از اونها که آواره و دربدر شدن این گوشه و گوشه دنیا و محیط های دانشگاهی که از وجود اونها تهی شد، وجود ثمر بخش اونها. ویکتور هوگو وقتی که زنده بود انقدر مورد تجلیل و تحسین بود در فرانسه که در زمان حیاتش کسی میخواست با اون مکاتبه بکنه کافی بود بنویسه پاریس خیابان ویکتور هوگو آقای ویکتور هوگو، تمام؟ همین. اینقدر هم از شهرت برخوردار بود و معلوم میشه که در زمانی که حیات داشته از خیابونی رو به نام او گذاشتن و تصادف خودش در اون خیابون زندگی میکرد. پاریس، آقای ویکتور هوگو، خیابان ویکتور هوگو، همین کافی بود، همین کافی بود. خب همینان ارجمندم، هم آقای راول کاسترو، برادر ناتنی فیدل کاسترو رهبر کنونی کوبا، هم پرزیدنت اوباما، هر دو اعلام کردن که روابط و مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور بعد از 50 سال، از 1961 تا به امروز، دوباره به حال عادی در آمد. چون این آغاز تحریم ها برمیگرده به دهه 60. دهه ها پرزیدنت اوباما معتقده که سیاست به انزوا کشوندن کوبا نتیجه نداده و لازمی که سیاست رو عوض کرد، سیاست رو تغییر داد. دیدم که یکی از روزنامه‌های ایران با حسرت این عکس رو گذاشته و از تجدید مناسبات بین کوبا و ایالات متحده آمریکا یاد کرده. خب از همینک میشه پیش بینی کرد که بسیاری از سرمایه‌گذاران آمریکایی به کوبا خواهند رفت برای اینکه اون گذشته کوبا رو تجدید بکنن. فراموش نکنید هاوانا روزی نقش لاس وگاس رو در منطقه کارای بازی میکرد برای لاتین تبارها، حتی ثروتمندان آمریکایی. تقریبا نقش لاس وگاس امروزین رو. و خب پیداست که بعد از برقراری روابط تازه هم سرمایه‌گذاران آمریکایی به کوبا خواهند رفت، هم هتل‌های قدیمی دوباره تجدید بنا میشه، هتل های تازه ساخته میشه، کروز ها، کشتی های تفریحی که از آمریکا و کارائیب به ویژه از فلوریدا راهی کوبا خواهند شد و هزارها، شاید صدها هزار توریست آمریکایی که دوباره به کوبا برخواهند گشت و با کردیت کارت ها، کارت های اعتباری آمریکایی اصلا بازار بورس کوبا رو دوباره رونق میدند. رونق جالبه. این اتفاقات بعد از دهه ها رخ میده که در میدان انقلاب شهر هاوانا رهبران کوبا به ویژه فیدل کاسترو میرفتن پشت تریبون و پشت میکروفون ها و از طریق بلندگوها علیه امپریالیست آمریکا شعار میدادن، مردم انقلابی رو تشویق میکردن به ضدیت با آمریکا، جنگ با فرهنگ آمریکایی، هجمه آمریکایی و همه اونها تمام شد. یعنی عصر یخمندان، به قول نشریه بیلد، عصر یخمندان در روابط واشنگتن و هاوانا به اتمام رسید. ما وارد دوره دیگری شدیم. در عوض همیانان روابط ایالات متحده آمریکا است و روسیه. روسیه آقای ولادیمیر پوتین، گورباچوف هشدار داده که این روابط ممکنه برای جهان خطرخیز باشه، برای صلح جهانی، و گفته مشکلی اینه که هم آمریکا هم روسیه هر دو دارن خودشون رو آماده یک رویارویی بزرگ میکنن و نگرانه که مبادا
دوباره بعد از بازگشت دوران جنگ سرد، جنگ واقعی، درگیری های واقعی در سطح جهان بین این دو ابرقدرت رخ بده، چون بر پایه آخرین برآوردهای نظامی روسیه بلافاصله بعد از آمریکا دومین قدرت نظامی دنیاست. قدرت سوم چینه. آمریکا هم که با 585 میلیارد دلار بودجه نظامی کماکان توان و ظرفیت نظامی خودش رو در سطح جهان حفظ کرد. اما جالبه که از سه‌شنبه گذشته، خب دوران تیر و تار روبل شروع شد، یعنی از سه‌شنبه به عنوان سه‌شنبه سیاه یاد کردن مطبوعات روس، سه‌شنبه سیاه. یعنی شما روز سه‌شنبه صبح با $1.68 خریداری میکردید، چند ساعت بعد با $1 میشد $72 از بازار تهیه کرد. $1 در برابر $72 سه‌شنبه سیاه به این ترتیب در روسیه آغاز شد و اسباب نگرانی مردم رو فراهم کرده. این وضعیت پیچیده اقتصادی به خاطر زیاد طلبی های آقای پوتین به ویژه در منطقه اوکراین. اما جالب اینه که بعد از کاهش قدرت روبل و به هم ریختن بازار بورس در مسکو، محاسبه کردن که دو کمپانی بزرگ آمریکایی، دو کمپانی، یکی اکسان، یکی هم کمپانی مایکروسافت، این دو به تنهایی ارزششون به اندازه ارزش همه شرکت‌ها و کمپانی‌های روس در بازار بورس مسکو، ارزش دو کمپانی. این مربوط میشه به صبحگاه سه‌شنبه. بعد از ظهر سه‌شنبه ارزش یک کمپانی بیشتر از ارزش اوراق بهادار و همینطور اوراق بورس همه کمپانی های بزرگ روس در نزد بازار بورس مسکو بود. یعنی کمپانی گوگل، ارزش گوگل $336 میلیارد، ارزش همه کمپانی های روس در بازار بورس مسکو $325 میلیارد. یعنی باید $11 میلیارد هم بذارید روش تازه بتونید گوگل رو بخرید. یعنی روسا باید $11 میلیارد هم میگذاشتن رو مجموعه باهای همه سهامشون تا بلکه بتونن گوگل رو خریداری بکنن. از یه طرف خب این خبر فوق‌العاده رو میشنویم که روابط آمریکا و کوبا تجدید شده بعد از 18 ماه مذاکرات پشت پرده و مذاکرات پنهان. اما در این وسط نقش پاپ فرانسیس رو نباید از یاد برد، نقش عمده‌ای داشته در بهبود مناسبات دو کشور. از اون طرف اما روابط تیر و تار جهان غرب با آقای ولادیمیر پوتین، البته ولادیمیر پوتین محبوبیتش رو حفظ کرده هنوز هم، ولی دامنه انتقادا رو به گسترش، یعنی مخالفان او دارن روز به روز تقویت میشن. بلومبرگ پیشبینی کرده که اگر این شوک نفتی علیه تهران و علیه مسکو کماکان ادامه پیدا کنه، اون وقت ممکنه ما برگردیم به دورانی که اتحاد جماهیر شوروی به خاطر فروپاشی اقتصادی دچار نشست شد و روز اتحاد شوروی به پایان و عمر خودش نزدیک شد. بلومبرگ معتقده که ممکنه این بار هم همین بشه، یعنی بالاخره کاهش بهای نفت برسه به نقطه ذوب و تغییرات عمده ای رو در منطقه پدید بیاره. خب امیران عزیز و ارجمندم، اجازه بدید که از بازار موسیقی عبور کنیم و بریم به سراغ کی؟ به سراغ دکتر حسام نوذری. موسیقی میخوام بخش کنم برای شما از فون کارایانه، از فون کارایان به عنوان خداوندگار سحریات میشه. او یکی از برجسته ترین رهبران ارکستر فیلارمونیک در سطح جهانه، ارکستر بزرگ، و میدونیم چیزی حدود 36 سال ارکستر فیلارمونیک رو برلین رو مدیریت کرد. چی میخوایم از او پخش بکنیم؟ آلزو اشپراخ زراتوسترا.
و چنین گفت زرتشت. خب شنیدید اجرای درخشان از هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ ارکستر که متاسفانه در میان ما نیست. این اثر کاری از شتراوس، موسیقیدان بزرگ، با الهام از اندیشه و افکار نیچه و کتاب چنین گفت زرتشت او. خود هربرت فون کارایان جالبه، روزی روزگاری در زمان جنگ دوم جهانی به حزب نازی پیوست، اما بعد از حزب نازی جدا شد و خب قاعدتا بعد از جنگ او باید بره جز چهره‌های فراموش شده، ولی استعداد و ظرفیت خارق‌العاده او در کار موسیقی آلمان‌ها رو وادار کرد که برای بار دیگر به او میدان بدن، فرصتی بدن که بتونه هنر بزرگ خودش رو عرضه کنه. اما اجازه که بریم به سراغ مطلب علمی و بسیار مهم، باکتری‌ها و مغز. خیلی باکتری‌ها و معمولا وقتی میگیم باکتری ما یه عنصر منفی رو در نظر میگیریم، یا عنصر مضر، در که باکتری‌ها در دادن شکل به ساختمان به اصطلاح ساختمان جسمی انسان نقش بسیار مهمی داشتن، به ویژه در ایجاد ساختار مغز. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان شما. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. به همچنین. کجا هستید الان؟ اونجا که هستید کجا؟ سر کار هست. آه سر کاری دارم. بسیار عالی. خب دکتر نوذری عزیز، باکتری ها و مغز. این چند هفته صحبت ما درباره دی ان ای بود و همینطور به اصطلاح ژن های وراثتی از نسل به نسل دیگه منتقل میشه. حالا میخوایم برسیم به باکتری ها، نقش اونها در ایجاد ساختار مغز. سراپا گوشی. تمام سلول های بدن یک موتورخونه دارن. چون تمام سلول های بدن احتیاج به انرژی دارن جز گلبول قرمز. هر چقدر که سلول فعالیتش بیشتر باشه، بیشتر نیازمند به انرژی هست. فرض کنید مثل کبد، سلول‌های کبد احتیاج به انرژی بالا دارند. سلول‌های مغز احتیاج به انرژی بالا دارند. 2 میلیارد سال پیش یک باکتری‌هایی که ریکتسیا به اونها میگیم، یک نوع از اونها باعث بیماری تیفوس میشه. اینها ژن‌های اجداد ما رو قبل از اینکه انسان روی کره زمین به اون شکل که ما میشناسیم پدیدار بشه آلوده میکنند. یعنی در واقع باکتری‌ها که اجداد ما هستن اینا رو با آلوده میکنن، نیست؟ همینطور هست. یعنی یک سلول‌های اینها رو میبلعن، اما به جای اینکه اون باکتری‌ها رو از بین ببرن، هضم بکنن، اون رو در دل خودشون نگاه میدارن. درست. و این باکتری ها تولید انرژی می کنند. اینها می تونند تنفس بکنند. ما تا اون زمان دو نوع راه برای تولید انرژی داریم، یکیش شکستن گلوکوز هست و یکی تخمیر هست. و از این تاریخ 2 میلیارد سال پیش تنفس و تولید انرژی از طریق اکسیژن هم وارد کره زمین میشه. یعنی موهبت نصیب سلول ها میشه که از این طریق هم بتونن تولید انرژی بکنن. این همزیستی بین باکتری ها تا به امروز ادامه پیدا کرده و در وجود ما هست. در درون سلول های ما جز گلوبول قرمز یک موتورخونه هست که اون موتورخونه باکتری هست و کماکان این کار تولید انرژی رو برای ما انجام میده. در گیاهان یک باکتری دیگه این نقش رو بازی میکنه که ما بهش میگیم کلروپلاست. اما جد این کلروپلاست یک باکتری هست به اسم سیانو باکتریوم. در مغز انسان شما نیازمند به انرژی بسیاری هستید. مغز انسان قادر هست که عکس های زیادی رو به خاطر بسپاره، جمله بسازه، فکر بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه و در فاصله کوتاهی بعد از تشکیل جنین شکل سازی مغز انجام میشه و به همین دلیل نیازمند بسیار به انرژی هست و این انرژی رو ما از صدقه سر این باکتری ها داریم.
100 تریلیون باکتری با هر انسان همزیستی میکنه. یعنی انسان تنها نیست، انسان به خودی خود زندگی نمیکنه. بعضی از این باکتری ها در دستگاه گوارش ما هستن، به ما کمک میکنن تا ویتامین جذب بکنیم. اگر اونها نبودند، تغذیه به اون صورت ما میشناسیم به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. ما میکروب هایی داریم که روی پوست انسان هستند، بالای 500 تا، در دهان انسان هستند، نزدیک به 1000 تا، و همینطور روی هم رفته تعداد اونها میره بالا، میرسه به 100 تریلیون در مقابل 38 تا 40 تریلیون سلول های انسانی. و از لحاظ بیان ژنتیکی ما 99% بیان ژن‌های باکتری رو داریم در هر انسان نسبت به بیان ژن‌های انسانی. و اگر باکتری ها رو ما وزن بکنیم، 2 کیلوگرم وزن دارن. یعنی اگر یک انسان 50 کیلوگرم باشه، 2 کیلوگرم اون مربوط میشه به این باکتری ها. نقش این باکتری ها در تولید انرژی نخستین بار توسط یک زن دانشمند از شیکاگو توصیف شد به سبک علمی در سالهای 1970 به اسم خانوم لین مارگولیس، که فقط همین چند سال پیش فوت کرد. در زمان تولید این نظریه با مخالفت‌های زیادی برخورد کرد، یک مقدار به خاطر نگرانی‌های مذهبی بود، یعنی فکر میکردن این یک نوع اهانت هست. اما امروز تحقیقات علمی این مطلب رو به خوبی نشون میده، نزدیکی بین باکتری ها و انسان، نقشی که باکتری ها بازی کردن در شل گرفتن انسان. تولید انرژی همونطور که گفتم برمیگرده به 2 میلیارد سال پیش. اما بعد از اون، میلیون ها سال بعد از اون، ما میرسیم به اجداد خودمون، حدود 3 میلیون سال پیش. بعد میرسیم به اجداد بعدی خودمون، 2 میلیون سال پیش، 1 میلیون سال پیش، تا اینکه بالاخره برسیم به 200,000 سال پیش روی کره زمین. یعنی وقتی ما انسان‌های مدرن رو میبینیم، اونهایی که شبیه شما و من هستن. متوجه. این که فرمودید که گلبول قرمز احتیاج به انرژی نداره، توضیح بیشتری بدید. چرا گلبول قرمز از این سیستم استفاده نمی‌کنه؟ و به خاطر کاری که انجام میده. ببینید، مثلا گلوبول های سپید بدن سرباز های بدن هستند، نیازمند به انرژی بسیار بالایی هستند. سلول های مغز انسان نیازمند به انرژی هستند. سلول های کبد انسان نیازمند به انرژی هستند. گاهی اوقات 2000 تا از این میتوکندری بهش میگیم در یک سلول ممکنه جا بگیره تا بتونه حسابی تولید انرژی بکنه، در صورتی که در یک سلول دیگه شما ممکنه 200 از اونها رو داشته باشید یا فقط چند تا از اونها رو داشته باشید. در طول تاریخ باکتری ها شهرت بدی پیدا کردن، حتی در محافل پزشکی متاسفانه. باکتری ها تقریبا همشون برای ما مفید هستن، اصلا از صدقه سر اونها ما روی کره زمین داریم زندگی میکنیم. اما به خاطر یک تعداد کمی از اونها، همه باکتری ها یک جورایی اسمشون بد در رفته. به خصوص که بسیاری از شخصیت‌های بزرگ تاریخی ما به خاطر عفونت‌های باکتری از بین رفتن یا به خاطر عفونت از بین رفتن. مثل فرض کنید بیسمارک، مثل ناپولئون، مثل بتهوون، شوپن، شوبرت، بیسمارک، کارل مارکس، نیچه، گوته، ونگوک، داستایوفسکی، چایکوفسکی، باخ. اینا شخصیت های معروفی هستند که به خاطر عفونت از بین رفتن. و بعد ما در سال 1347 قرن 14 مرگ سیاه رو داریم. در تاریخ به اون میگیم مرگ سیاه. یک چیزی حدود 100 میلیون نفر از جمعیت کره زمین بر اثر طاعون از بین میرند. امروز که من با شما صحبت میکنم، در سال ما حدود 800 هزار کشته میدیم روی کره زمین به خاطر مالاریا. الان که من با شما صحبت میکنم، 1/3 از جمعیت کره زمین در معرض باکتری سل هست و تعداد بسیار زیادی هر سال میمیرن. یک چیزی حدود 1.5 میلیون نفر در سال میمیرن. بنابراین دلیل زیاد هست که انسان از باکتری بترسه. اما همونطور که گفتم،
اکثر بکتری ها برای ما مفید هستند و اگر بکتری نبود مغز انسان به اون صورتی ما امروز میشناسیم به هیچ عنوان وجود نداشت. قادر نبود این همه تجزیه و تحلیل انجام بده. و اکسیژن و نقش اکسیژن در انسان دگرگون میشد. خب این تکنولوژی به کار رفته در ماشین مغزی انسان که بسیار پیچیده در این حال بسیار عالی و متعالی است، این رو هم باکتری ها به اصطلاح عامل و باعثش بودند؟ یعنی اونها در این ساختار پیچیده که توش هوش هست، عقل هست، حافظه هست، اونم در ظرفیت و ابعادی باور نکردنی. بله همینطور هست. ببینید فقط ما نیستیم که مغز اینطوری داریم. یعنی تحول و دیگرگونی اول نتیجهش همیشه تکامل نیست، یعنی بهتر شدن. معلوم. تحول و دیگرگونی یعنی متفاوت شدن. ما یک سری از خصوصیات برجسته رو از دست دادیم، یک سری از خصوصیات خوب رو گرفتیم. درست. ببینید شما برای مثال هامینگ برد دارید، این پرندهی که کوچکترین پرنده دنیاست. این پرنده قادر هست در یک ثانیه 80 تا 200 مرتبه بال بزنه. تنها پرنده هست که در دنیا قادر هست روی پشتش بخوابه روی هوا و پرواز کنه. میتونه بالا بره، پایین بره، عقب و جلو بره. هیچ پرنده دیگری قادر نیست این کار رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه همین سیستم تولید انرژی در بدن این پرنده هم وجود داره. اما در طول تحول و دگرگونی این پرنده برای نخستین بار 50 میلیون سال پیش روی کره زمین ظاهر میشه و اما در حدود 22 میلیون سال پیش وارد به امریکا میشه از آسیا و اروپا. امروز دیگه شما اون رو در اون مناطق ابتدای خودش نمیبینید، بیشتر در امریکا میبینید. اما این تحول و این دگرگونی این پرنده هست. در انسان مغز انسان رشد کرده، مغز انسان یک فرم و حالتی به خودش گرفته که واقعا میشه اسم اون رو گذاشت بهتر و بهتر و بهتر شدن. اما این رو که کنار بگذاریم، تحول و دگرگونی رو شبیه به ما رو شما در حیوانات دیگه هم میتونید ببینید. حیواناتی که ما با اونها جد مشترک داریم اما بعدا در طول تاریخ کره زمین از هم جدا شدیم. مثلا شما ببینید عشق، عشق مادری فقط در انسان نیست. شما حیواناتی رو میبینید که در صورت گرسنه بودن بچه هاشون حاضر نیستن غذا بخورن. درست. شما حیواناتی رو میبینید که در صورت شکار کردن بچه هاشون از خوردن غذا تا مرگ خودداری میکنن. شما فداکاری رو مثلا در حیوانات دیگه هم میتونید ببینید. حیواناتی هستن که جون خودشون رو به خطر میندازن برای نجات یک حیوان دیگه که حتی از نوع خودشون نیست. بنابراین فداکاری تنها در انسان نیست، عشق تنها در انسان نیست، بخشندگی تنها در انسان نیست. ما حتی گیاهانی داریم که عاشق موسیقی هستن، یعنی وقتی که به موزیک گوش میکنند رشد اونها دگرگون میشه، بهتر میشه. ما حیواناتی داریم که عاشق موسیقی هستن. بنابراین تحول و دگرگونی یا فرگشت نتیجه بیلیون ها میلیارد ها سال هست تا به اینجا رسیده. اما در طول تاریخ انسان جمعیتش پایین رفته، یعنی امکان این حتی وجود داشت که ایران انسان روی کره زمین وجود نداشته باشه. حتی بسیاری از زیستشناسا معتقد هستند احتمال این هست که جمعیت انسان روی کره زمین به چند هزار نفر تقلیل پیدا کرده باشه. اما انسان دوام آورده و نتیجهش اینی هست که ما امروز میبینیم که بهش میگیم هومو ساپینس ساپینس. این پرنده‌ای که دکتر نوذری راجع بهش صحبت کرد چون در اون طرف ها نیافت میشه ندیده شده، اینجا محبوب ترین پرنده است، یعنی خیلی محبوب. در همین استودیو که من صحبت میکنم خونه آقای لیمونادی این پشت پرنده آمده و برای خودش خانه ساخته، خانهش هم لانش هم آشیاناش هم شبیه یک دوکه خیلی ظریف و باریک و که این دوک رو از چی میبافه؟ از آب دهان عنکبوت ها. یعنی وقتی عنکبوت ها تار میتنن و بعد میرن اینجا این به اصطلاح این بافته عنکبوتی باقی میمونه، اینا میرن اینا رو جمع میکنن و با این شروع میکنن به بافتن یک نو دوکی که یا نو کیسه ای که اون وقت بچه هاشون رو در اونجا به دنیا میارن. فوق العاده است.
کارهای پرنده و قدرت فوق‌العاده‌ای داره در دادن مانور، عقب میره، جلو میره، راست میره، چپ میره، سرعت فوق‌العاده، سرعت و قدرت تشخیص، قدرت تشخیصش و همینطور قدرت شناختش از گلهای گوناگون. انگاری که رفته دانشکده کشاورزی یا دانشکده باغبانی دوره دیده، تمام گلها رو میشناسه، میدونه از شیره کدام گل باید بخوره، از شیره کدام گل نباید بخوره. دو جور زدی اینا اگر یه روزم غذا نخورن میمیرن، نیست؟ همینطور هست. اینقدر نیازمند به انرژی هستن که مرتب بایستی بخورن، به خصوص اگر مادر باشن. چون وقتی که مادر هستن بلافاصله پرواز میکنن غذا رو برسونن به بچه های خودشون و دوباره برمیگردن تا تغذیه کنن. اما 80 تا 200 بار در ثانیه بال زدن تمام این غذا رو مصرف میکنه، بنابراین نیازمند هستن که مرتب هر روز غذا بخورن. حدود 328 نوع مختلف از اینها رو ما داریم با رنگ‌های مختلف، و این باکتری که کمک کرده در طول تحول و دگرگونی انسان و این حیوان که مشترک هست که تولید انرژی بکنه، 615 نوع پروتئین مختلف رو برای ما میسازه. ما وجوه مشترک دیگری هم داریم با حیوانات دیگه، حتی با گیاهان دیگه. یعنی اگر ژن‌های ما رو با اونها مقایسه بکنید، ردیف بندی اون ژن‌ها و پروتئین‌هایی رو که تولید می‌کنن کاملا یکسان هستن. تشکر می‌کنم. این گفتگو رو دنبال می‌کنیم، فوق‌العاده جالبه. همینانم دکتر نظری سپاسگزارم، یادتون باشه که بیشتر درباره همینگبرد با هم صحبت بکنیم. و چون پرنده جالبی است میگم اون ورا نیست، چون این ور هست و این پرنده خیلی هم محبوبه، خیلی خیلی محبوب. و شربتی هم که براش ما تهیه میکنیم گرونه، یه بطرش 8 دلاره، یه بطر. و همچنین که گفتن ایشون چون به انرژی زیاد احتیاج داره، تقریبا هر 3-4 دقیقه یک بار میاد و میخوره، هر 3-4 دقیقه. چون من بارها شده مثلا ساعتها نشستم نگاه کردم، میره بعد میگرده میخوره، 3-4 دقیقه بعد دوباره میاد میخوره و به این ترتیب انرژی لازم رو تحصیل میکنه. خداحافظ دکتر نظری، تا دیده. این پرنده کمک بسیار زیادی کرده در طول 50 میلیون سال به زیبا شدن کره زمین. گل روی کره زمین 125 میلیون سال پیش پدیدار میشه و یک دلیلی که ما این همه گلهای زیبا امروز داریم، این همه تنوع داریم، این پرنده هست و عشقی که بین این پرنده و گل هست که در جلسه بعد صحبت میکنیم. تشکر میکنم، خداحافظ شما، روزتون بخیر، خدا بزن میانم.